فارسی شکر است نوشته محمد علی زاده هیچ جای دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم نمی سوزانند پس از پنج سال دربدری و خونه هنوز چشمم از بالای صفحه کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود که آواز گیلکی کرجیبانهای انزلی به گوشم رسید که بالامجان بالامجان خانان مثل مورچههایی که دور ملخ مرده ای را بگیرند دور کشتی را گرفته و بلای جان مسافرین شدند و ریش هر مسافری به شنگ چند پاروزن و کرجیبان و حمال افتاد ولی میان مسافرین کار من دیگر از همه زارتر بود چون سایرین عموماً کاسب کارهای لباد دراز و کلاه کوتاه باکو و رشت بودند که به زور چماق و واحد یموت هم بند کیسهشان باز نمی شود و جان و جان به اسرائیل می دهند و رنگ پولشان را کسی نمی بیند. ولی من بخت برگشته مادر مرده مجال نشده بود کلاه لگنی فرنگیم را که از میان فرنگستان سرم مانده بود عوض کنم و یاروها ما را پسر و لقمه چربی فرض کرده و صاحب صاحب گویان دورمان کردند و حتی که از اسبابهای من ما به اون نزاع ده رأس هممال و پانزده نفر کرزیبان بی انصاف شد و جیغ و داد و فریاد بلند و قشقره ای برپا گردید که آن سرش پیدا نبود ما مات و متحجر و انگوش به سرگردان مانده بودیم که به چه بامبولی یخه من را از چنگ این ایلغاریان خلاص کنیم و به چه حقه و لمی از گیرشان بجهیم که صف شکافته شد و اونوق منکسر و منحوس دو نفر از مأمورین تذکره که انگاری خود انکر و منکر بودند با چند نفر فراش سرخپوش و شیر خورشید به کلا با صورتهای اخمو و عبوس و سیبیل‌های های چخماقی از بناگوش در رفته ای که مانند بیرق جوع و گرسنگی نسیم دریا به حرکت آورده بود در مقابل ما مانند آینه دق حاضر گردیدن و همین که چشمشان به تذکره ما افتاد مثل اینکه خبر تیر خوردن شاه یا فرمان مطاع ازرائیل را به دستشان داده باشند یک کی خورده لب و لوچه جنبانده سر و گوشی تکان دادند و بعد نگاهشان را به ما دوخته و چندی بار قد و قامت ما را از بالا به پایین و از پایین به بالا مثل اینکه به قول بچه های تهران برایم قبایی دوخته باشن برانداز کرده و بالاخره یکیشان گفت چطور؟ آیا شما ایرانی هستید؟ گفتم ماشال حجب سوالی میفرمایید پس میخوایی کجایی باشم؟ البته که ایرانی هستم هفت جدم ایرانی بوده و در تمام محله سنگلج مثل گاو پیشانی سفید احدی پیدا نمی شود که پیر قلامتان را نشناسد ولی خیر خان ارباب این حرفا سرش نمیشد و معلوم بود که کار کاری یک شاهی و صد دینار نیست و به آن فراش های چنانی حکم کرد که اجالتا خان و صاحب را نگه دارند تا تحقیقات لازم به عمل آید و یکی از آن فراش ها که نیم زر چوب چپق مانند دسته شمشیری از لای شال ریش ریشش بیرون آمده بود دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت جلو بیفت و ما هم دیگر حساب کار خود را کرده و ماسا را سخت کیسه انداختیم اول خواستیم هارت و هورت و باد و برودی به خرج دهیم ولی دیدیم هوا پس است و صلاح در معقول بودن خداوندیش کافری را گیر قوم فرداش نیندازد اندازد دیگر پیرت میداند که این پدر و مرزیده ها در یک آب خوردن چه بر سر ما آوردند تنها چیزی که توانستیم از دستشان سالم بیرون بیاوریم یکی کلاه فرنگی من بود و دیگری ایمانمان که معلوم شد به هیچ کدام احتیاجی نداشتند و الا جیب و بغل و سوراخی نمان که در یک طرفت این خالی نکرده باشند و همین که دیدم دیگر کما و حقه به تکلیف دیوانی خود عمل نموده ما را در پشت همان گمرخانه ساحلی انزلی تو یک سلدونی تاریک انداختند که شب اول قبر پیشش روز روشن بود و یک فوج انکبود بر در و دیوارش پردهداری داشت و در را از پشت بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند. من در بین راه تا وقتی که با کرزی از کشتی به ساحل می آمدیم از صحبت مردم و کرزیبان ها جست جست دستگیرم شده بود که باز در تهران کلاه شاه و مجلس تو هم رفته و بگیر به بند از نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در تردد مسافرین توجه مخصوص نمایند و معلوم شد که تمام این گیر و بست ها از آن بابت است مخصوصا که مأمور فوقلاده ای هم که همان روز صبح برای این کار از رشت رسیده بود محض اظهار حسن خدمت و لیاقت و کاردانی دیگر تر و خشک را با هم میسوزند و مثل سگ هار به جان مردم بیپناه افتاده و در ضمن هم پاتو کفش حاکم بیچاره کرده و زمینه ی حکومت انزلی را برای خود حاضر میکرد و شرح خدمات وی دیگر از صبح آن روز یک دقیقه راحت به سیم تلگراف و انزلی به تهران نگذاشته بود من در اول امر چنان خلقم تنگ بود که مدتی اصلا چشمم جایی را نمیدید ولی همین که رفته رفته به تاریکی این هلدونی عادت کردم معلوم شد مهمانهای دیگری هم با ما هستند اول چشمم به یک نفر از آن فرنگی ما آبهای کذایی افتاد که دیگر تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه لوسی و لقوی و بیسوادی خواهند ماند و یقینا صد سال دیگر هم رفتار و کردارشان تماشاخانه های ایران را گوش شیطان کرد از خنده رود و بر خواهد کرد آقای فرنگی معا با یخه ای به بلندی لوله سماوری که دود خط آهنهای نفتی قفقاز تقریبا به همان رنگ لوله سماورش هم درآورده بود در بالی تاخچه ای نشسته و در تحت فشار این یخه که مثل کندی بود که به گردنش زده باشند در این تاریک و روشنی غرق خواندن کتاب رومانی بود خواستم جلو رفته یک بونجور مسیو قالب زده و به یارو برسنم که ما هم اهل بخیه ایم ولی صدای سوتی که از گوشه از گوشه های محبس به گوشم رسید نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشی چیزی جلب نظرم را کرد که در وهله اول گمان کردم گربه براغ سفیدی است که روی کیسه خاکه زغالی چنبر زده و خوابیده باشد ولی خیر معلوم شد شیخی است که به عادت مدرسه دوزانو را به بغل گرفته و چمباتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براغ سفید هم امامه شیفت شفته اوست که تحت الهنکش باز شده و درست شکل دوم گربه ای را پیدا کرده بود و آن صدای سیت و سوت هم صوت سلوات ایشان بود پس معلوم شد مهمان سه نفر است. این عدد را به فال نیکو گرفتم و میخواستم سر صحبت را با رفقا باز کنم. شاید از درد یکدیگر خبردار شده چاری پیدا کنیم که دفعتا در محبس چهار تاق باز شد و با سر و صدای زیاد جوانک کلاهنمدی بدبختی را پرد کردن توی محبس و باز در بسته شد. معلوم شد مأمور مخصوصی که از رشت آمده بود برای ترساندن چشم اهالی انزلی این تفلک معصوم را هم به جرم آنکه چند سال پیش در اوایل شلوغی مشروطه و استبداد پیش یک نفر قفقازی نوکر شده بود در حبس انداخته است یا روی تازه وارد پس از آنکه دید از آه و ناله و قوره شکاندن دردی شفا نمییابد چشما رو با دامن قبای چرکین پاک کرد و در ذهن همچون فهمیده بود قراولی کسی پشت در نیست یک توماری از آن فوشهای آب نکشیده که مانند خربوزی گرگاب و تنباکوی حکان مخصوص خاک ایران خودمان است نظر جد و آباد توی پرانتز آبا پرانتز بسته اینو آن کرد و دوسه لگدی هم با پای برهنه به در و دیوار انداخت و وقتی که دید در محبس هر قدر هم پوسیده باشد باز از دل مأمور دولتی سختتر است توف تسلیمی به زمین و نگاهی به سحن محبس انداخت و معلومش شد که تنها نیست من که فرنگی بودم و کاری با من ساخته نبود از فرنگی معاب هم چشمش آبی نخورد و این بود که پا برچین پا برچین به طرف آقا شیخ رفته و پس از آنکه که مدتی زل زل نگاه خود را به او دوخت با صدای لرزان گفت جناب شیخ تو رو با حضرت عباس آخه گناه من چیه؟ آدم ولو خودشو بکشد دست ظلم مردم آسوده بشه به شنیدن این کلمات مندیل جناب شیخ مانند لکه ابری آهسته به حرکت آمده و از لای آن یک جفت چشمی نمودار گردید که نگاه ضعیفی به کلاه نمدی انداخته و از منفظ صوتی که بایستی در زیر آن چشم ها باشد و درست دیده نمیشد با قرائت و تمعنینه تمام کلمات زیل آهسته و شمرده مسموع سمع حضار گردید مؤمن انان نفس آسی قاصر را به دست قهر و قذب مده که کازمین القیز و آفین ان الناس کلاه نمدی از شنیدن این سخنان هاج مانده و چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنها کلمه کازمی دستگیرش شده بود گفت نه جناب اسم نوکرتان کازم نیست رمزونه مقصودم این بود کاش اقلا میفهمیدیم برای شما رو اینجا زنده بگور کردم این دفعه باز هم با همان متانت و قرائت تام و تمام از آن ناحیه قدس این کلمات صادر شد جزاکم الله مؤمن منظور شما مفهوم ذهن این دایی گردید از صبر و مفتاح الفرج ارجو که امن ام قریب وجه حبس به وضوح پیوندد و البته الف البته به ای نحوهکان چه عاجلن و چه آجلا به مسامع ما خواهد رسید علل اجاله در حین انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذکر خالق است که علا کل حال نعمل اشتغال است رمزان مادر مرد که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشد مثل آن بود که گمان کرده باشد که آقا شیخ با از جنه، توی پرانتز جن و از ما بهتران حرف میزند یا مشغول ذکر اوراد و ازایم است آثار حول و وحشت در وجلاتش ظاهر شد وزیر لب بسم اللهی گفت و یواشکی بنای عقب کشیدن را گذاشت ولی جناب شیخ که آرواری مبارکشان معلوم میشد گرم شده است بدون آنکه شخص مخصوصی را طرف خطاب قرار دهند چشما را به یک گله دیوار دوخته و با همان قرائت معهود پی خیالات خود را گرفته و میفرمودند لعل که علت توقیف یا اصلا لا انقصد به عمل اومده و لعجل لذی رجای واسق هست که لول ابتدا اما قریب انتها پذیرده ولعل هم که احقر را که انلم یکن پنداشته و بلا رعایت المرتبت و المقام با سوء احوال معرض تحرک و دمار تدریجی قرار دهند و بنا اون علا برماست که به ای نحوه کن مع الواسطه او بلا واسطه الغیر کتبن و شواهان علنن او خفاان از مقامات عالی استمداد نموده و بلا شک به مستاق من جد و جد به حصول مسئول موفق و مغزیول مرام مستخلص شده و براعت ما بین العماسل والعقران که شمس فی وسط نهار مبرهن و مشهود خواهد گردید رمزان تفلک یک بار دلش را باخته و از آن سر محبس خود را پس پس به این سر کشنده و مثل قشیها ها نگاه های ترسناکی به آقا شیخ انداخته و زیر هی لعنت بر شیطان میکرد و یک چیز شبیه به آیت الکرسی هم بغیده خود خانده و دور سرش فود میکرد و معلوم بود که خیالش برداشته و تاریکی هم ممد شده دارد زهره اش از حول و حراس آب می خیلی دلم برای سوخت جناب شیخ هم که دیگر مثل اینکه که مسحل به زبانش بسته باشند یا به قول خود آخوندها سلسل قول گرفته باشد دست بردار نبود و درسای مبارک تا که دا مرفق از آستین بیرون افتاده و از حیث پرمویی دور از جناب شما با پاچه بی بیشباهت نبود از زانو برگرفته و را عقب زده بدون که نگاه تند و آتشین خود را از آن گله دیوار بیگناه بردارد گاهی با توپ و تشر هرچه تمامتر مأمور تذکره را قایبانه طرف خطاب اطاب قرار داده و مثل اینکه بخواهد برایش سرپاکتی بنویسد پشت سر هم القاب و عناوینی از قبیل اول قتل مزغه مجهول الحویه فاسد العقیده شارب الخمر تارک السلات ملعون الوالدین ولد الزنا و غیره و غیره که هر کدامش برای مباه نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانه هر مسلمان کافی و از صدش یکی در یادم نمانده نصار میکرد و زمانی با تو معنینه و وقار دلسوختگی و تحسر به شرح بیموبولوتی نسبت به اهل علم و خدوم شریعت متحره و توهین و تحقیری که به مرات و به کرات فی کل ساعه بر آنها وارد می آید و نتو یه جسو دنیاوی و اخروی آن پرداخته و رفته رفته چنان بیانات و فرمایشات موعظه آمیز ایشان درهم و برهم و قامز می شد که رمضان که سهل است جد رمضان هم محال بود بتواند یک کلمه آن را بفهمد و خود چاکرتان هم که آن همه قمپوز عربیدانی در می کرد و چندین سال از عمر عزیز زید و ام را به جان یکدیگر انداخته و به اسم تحصیل از صبح تا شام به اسامی مختلف مستر زربه و دعوه و افعال مزمومه دیگر گردیده و وجوه صحیح و سالم را به قول بی اصل و اجوف این و آن و وعده و وعید اشخاص ناقص العقل متصل به این باب و آن باب دوانده و کسر شعن خود را فراهم آورده و حرفهای خفیف شنیده و قسمتی از جوانی خود را به لیتب و لعل و لا و نعم صرف جر و بحث و تحصیل معلوم و مجهول نموده بود به هیچ وجه از معانی بیانات جناب چیزی دستگیرم نمیشد در تمام این مدت آقای فرنگیم آب در بالای همان تاخچه نشسته و با اخ متخم تمام توی نخ خواندن رمان شیرین خود بود و ابدا اعتنایی به اطرافی های خیش نداشت و فقط گاهی لب و لوچهی تکانده و تو که یکی از دو سبیلش را که چون دو اغرب جراره بر کنار لانه دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن میشد و گاهی هم ساعتش را درآورده نگاهی میکرد و مثل این بود که میخواهد ببیند ساعت شیر قهوه رسیده است یا نه رمزان فلک زده که دلش پر و محتاج به درد دل و از شیخ خیری ندیده بود چاره را منحصر به فرد دید و دل به دریا زده مثل طفل گرسنه‌ای که برای طلب نان به نامادری نزدیک شود به طرف فرنگی آب رفته و با صدایی نرم و لرزان سلامی کرده گفت آقا شما رو به خدا ببخشید ما یخه چرکینا چیزی سرمون نمیشه آقا شیخ هم که معلوم میشه جنی و قشیه و اصلا زبون ما سرش نمیشه عربه شما رو به خدا اگه میتونید به بنده بفرمایید برای شما رو تو این زندون مرگ انداختن به شنیدن این کلمات آقای فرنگی ما از تاقش پایین پریده و کتاب را دولا کرده و در جیب گشاد پالتوت چپانده و با لب خندان به طرف رمضان رفته و برادر برادر گویان دست دراز کرد که به رمضان دست بدهد رمضان ملتفت نشد و خود را کمی عقب کشید و جناب خانه هم مجبور شدند دست خود را بیخود به سبیل خود ببرند و محض خالی نبودن عریض دست دیگر را هم به میدان آورده و سپس هر دو را به روی سینه گذاشته و دو انگشت ابهام را در دو سوراخ آستین جلیق جا داده و با هشت رأس انگشت دیگر روی پیش سینه آهاردار بنای تنبک زدن را گذاشته و با لحجه نمکین گفت ای دوست و هموطن عزیز چرا ما را اینجا اند. من هم ساعت های طولانی هرچه کله خود را حفر می کنم ابسولمان چیزی نمی نه چیز پوزیتیف و نه چیز نگتیف ابسولمان آیا خیلی کومیک نیست که من جوان دیپلم از بهترین فامیل را برای یک یک کریمینل بگیرند و با من رفتار بکنند مثل با آخرین آمده؟ ولی از دسپوتیزم هزار ساله و بیقانانی و آربیترر که میوجات آن است هیچ تعجب آورنده نیست یک مملکت که خود را افتخار می کند که خودش را کانستیتوسیونل اسم دهد باید تریبونال های قانانی داشته باشد که هیچ کس رعیت به ظلم نشود برادر من در بدبختی آیا شما اینجور پیدا نمی کنید؟ رمزان بیچاره از کجا ادراک این خیالات عالی برایش ممکن بود و کلمات فرنگی به جای خود دیگر از کجا مثلا می توانست بفهمد حفر کردن کله ترجمه تحت و لفظی اصطلاحی فرانسوی و به معنی فکر و خیال کردن است و به جای آن در فارسی می گویند هر چه خودم را می کشم یا هر چه سرم را به دیوار می زنم و یا آنکه رعیت به ظلم ترجمه اصطلاح دیگر فرانسوی است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است رمضان از شنیدن کلمه رعیت و ظلم پیش عقل ناقص خود خیال کرد که فرنگی آب را رعیت و مورد ظلم و اجحاف ارباب ملک تصور نموده و گفت نه آقا خانزاد شما رعیت نیست همین بیس قدمی گمرک خانه شاگر قهوچی هستم جناب مسیو شانه ای بالا انداخته و با هشت انگشت به روی سینه قایم ضربش را گرفت و سودزنان زنان بنای قدم زدن را گذاشته و بدون آنکه اعتنایی به رمضان بکند دنبالی خیالات خود را گرفته و میگفت رولوسیون بدون اولوسیون یک چیزی است که خیال آن هم نمیتواند در کله داخل بشود ما جوانها باید برای خود یک تفیفی بکنیم در آنچه نگاه میکند راهنمایی به ملت برای آنچه مرا نگاه می کند در روی این سوژه یک ارتیکل درازی نوشته ام و با روشنی کور کننده ای ثابت نموده ام که هیچ کس جرعت نمی کند روی دیگران حساب کند و هر کس به اندازه به با اندازه باید خدمت بکند وطن را که هر کس بکند تکلیفش را این از راه ترقی و الاد کادانس ما را تهدید می کند ولی بدبختانه حرفهای ما به مردم اثر نمی کند لامارتین در این خصوص خوب میگوید. واقعی فیلسوف بنا کرد به خواندن یک مبلغی شعر فرانسه که از غذا من هم سابق یک بار شنیده و می دانستم مال شاعر فرانسوی ویکتور هوگوست و دخلی به لامارتین ندارد رمزان از شنیدن این حرفای بی سر و ده و عجیب و غریب دیگر به کلی خود را باخته و دوان دوان خود را به پشت در محبس رسانده و بنای نالب و فریاد و گریه را گذاشته و به زودی جمعی در پشت در آمده و صدای نتراشیده نخراشیده ای که صدای شیخ حسن شمر پیش آن لحن نکیسا بود از پشت همان در بلند صد و گفت مادر فلان چه دردت جیغ و ویخ را انداختی؟ مگه فلان تو میکشن چه علم شنگیه. اگه دست از این جودبازی کولیگری بر نداری وا میدارم بیاند و پوزه بندت بزنن رمزان با صدای زار و نظر بنای التماس و تذرع را گذاشته میگفت آخر این مسلمان گناه من چیه؟ اگه دو بدید دستمو دستم ببرن اگه مقصرم چوبم بزنن ناخونم بگیرن گوشم همو به دروازه بکوبن چشمم و در بیارن نعلم بکنن چوب رو انگوشتم بزنن شم آجینم بکنن ولی آخه برای رضای خدا و پیغمبر من از این هلدونی و از گیر این دیوونه های جنی خلاص کنید به پیر به پیغمبر عقل داره از سرم میپره منو با سه نفر شریک گور کردین که یکیشون اصلا سرش رو بخوره فرنگیه آدم به صورتش نگاه کنه باید کفاره بده و مثل جغت بغ بغز توی پرانتز کرده اون کنار ایستاده با چشش میخواد آدم بخوره دو تا دیگرشون هم که یک کلمه زبون آدم سرشون نمیشه و هر دو جنی هم نمیدونم اگه به سرشون بزنه و بگیرن من مادر مرده رو خفه کنن که جواب خدا رو میده بدبخت رمزان دیگر نتوانست حرف بزند و بغز بیخ گلویش را گرفته بنا کرد به هق, هق گریه کردن و باز همان صدای نفیر کذایی از پشت در بلند شد و یک تومار از آن فوش های دو آتشه به دل پردرد رمزان بست دلم برای رمزان خیلی سوخت جلو رفتم دست بر شانهش گذاشتم گفتم پسر جون من فرنگی کجا بودم گوره پدر چی فرنگی هم کرده من ایرونی هم و برادر دینی تو هم چرا زهرت و باختی چی شده تو بر خودت جوونی هستی چرا اینطور دست و پاتو گم کردی رمسان همین که دید خیر راستی راستی فارسی سرم می شود. و فارسی راستا حسینی با او حرف میزنم دست مرا گرفت و حالا نبوس و کی ببوس و چنان ذوقش گرفت که انگار دنیا را بهش دادم و مدام میگفت هی قربون اون دهنت برم والا تو ملائکه ای خدا خودش تو رو فرستاده که جون منو بخری گفتم پسر جون آروم باش من ملائکه که نیستم هیچ به آدم بودن خودم هم شک دارم مرد باید دل داشته باشه گریه برای چی؟ اگه همقاطرات بدونن که دستت خواهن انداخت و دیگه خر بیارو رو خجالت بار کن گفت ای درد و بلات به جون این دیوونه ها بیفته به خدا هیچ نمونده بود زهرم بتر که دیدی چطور این دیوونه ها یک کلمه حرف سرشون نمیشه و همه زبان جنی حرف میزنن گفتم داداشان اینها نه جنی هم و نه دیوانه بلکه ایرانی و برادر وطنی و دینی ما هستن رمزان از شنیدن این حرف مثل اینکه خیال کرده باشد من هم یک چیزی می شود نگاهی به من انداخت و قاه بنای خنده رو گذاشته گفت تو رو به حضرت عباس آقا دیگه شما منو دست نندازید اگه اینا ایرانی بودن چرا از این زبون ها حرف میزنن که یک کلمه شبیه زبون آدم نیست گفتم رمزان این هم که اینا حرف میزنن زبون فارسی منتها ولی معلوم بود که رمضان باور نمیکرد و بینی و بین الله حق هم داشت و هزار سال دیگر هم نمیتوانست باور کند و من هم دیدم زحمتم هدر است و خواستم از در دیگر صحبت کنم که یک دفعه در محبس چارتاق باز شد و آردالی وارد و گفت یالا مشتلق منو بدید و برید و امان خدا همتون آزادید رمزان به شنیدن این خبر عوض شادی خودش را چسبانید به من و دامن مرا گرفته و میگفت والله من میدونم اینو هر وقت میخوان یه بندی رو به دست میر غذب بدن اینجوری میگن خدایا خودت به فریاد ما برس ولی خیر معلوم شد ترس و لرز رمزان بی سبب است معمور تذکره صوفی عوض شده و به جای آن یک معمور تازه دیگری رسیده که خیلی جاسنگین و پر افاده است و کبادی حکومت رشد میکشد و پس از رسیدن به انزلی برای اینکه هرچه معمور صبح ریسیده بود معمور از چله کرده باشد اول کارش رهایی ما بود خدا را شکر کردیم میخواستیم از در محبس بیرون بیاییم که دیدیم یک جوانی که از لحجه و ریخت و تک و پوزش معلوم میشد از اهل خوی و سلماس است همان فراشه صبحی دارند میآورند به طرف محبس و جوانکم با یک زبان فارسی مخصوص که بعدها فهمیدم سوقات استانبول است با تشدد و هرچه تمامتر از موقعیت خود تعرض می نمود و از مردم استرهام می کرد و رجا داشت که به حرفش گوش بدهم رمزان نگاهی به او و با تعجب گفت بسم الله الرحمن الرحیم اینم باز یکی خدایا امروز دیگه هرچه خل و دیوانه داری اینجا میفرستی به دادت شکر و به ندادت شکر خواستم بهش بگویم که این هم ایرانی و زبانش فارسی است ولی ترسیدم خیال کند دستش انداختم و دلش بشکند و به روی بزرگواری خودمان نیاوردیم و رفتیم در پی تدارکات یک درشکه برای رفتن به رشت و چند دقیقه بعد که با جناب شیخ و خان فرنگی معاب دانگی درشکه ای گرفته و در شرف حرکت بودیم دیدم رمزان دوان دوان آمد یک دستمال آجیل به دست من داد و یواشکی در گوشم گفت ببخشید زبون درازی می کنم ولی والا به نظرم دیوونگی اینا به شما اثر کرده ولی چطور میشه جرأت میکنی با اینا هم سفر بشید گفتم رمزون ما مثل تو ترسو نیستیم گفت دست خدا به همراهتون هر وقتی که از بی زبانی دلتون سر رفت از این آجیل بخورید و یادی از نوکرتون بکنید شلاق درشکچی بلند شد و راه افتادیم و جای دوستان خالی خیلی هم خوش گذشت و مخصوصا وقتی که در بین راه دیدیم یک معمور تذکره تازه ای باز چاپاری به طرف انزلی می رود کیفی کرده و انقدر خندیدیم که نزدیک بود روده بر